این دیگه عمزار اینجا دیگه واقعا بچه بوده. بولا حبیبی بود لقبش. این کیه ای بنده خدا؟ برادر عمزار یا برادر خانم عمزاره؟ احمد زایر سه بار ازدواج کرده بود و از این سه بار ازدواجر دو فرزند دارد. یکی hey, what's up, my name is PXP Pi. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوبی لالا پاشاتون. اینجا مدیا اتحاد تمامی فارس زبان دنیاست. هر کجا مرز کشیدم بیاید و پل بزنیم، حتی تهران، سمرقند، کابل و دوشنبه بزنیم. در این ویدیو بچه‌ها می‌خوایم بریم عکس‌های کمتر دیده شده از احمد زایر در کنار فخریه خانوم، در کنار مادرش، کلا عکس‌های کمیاب زیرخاکی احمد زایر رو بریم با هم دیگه ببینیم. قبل اینکه این ویدیو ببینیم حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک هم همین الان بزنید، این اینستاگرام هم اونجا هم ساب کنید. خب بدون معطلی بریم ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. Are you ready؟ خب او بچه این الان فخری خانم اونی که کنارترشه اون کیه؟ فخری خانم ایشون الان فخریه میشه مادر رشاد زایر یا کسی دیگه؟ سلام دوستانی عزیز، به چینل چه جوون بوده بچه اینجا. اگر در چینل ما اینم که مادر احمد زایر، اصلا احمد زایر عزیز خیلی اراده خاصی به مادرش داشت و اونوری هم که خانومشه. بچه فقط این سوال به من بگید، بچه احمد زایر از هر خانومش چند تا بچه داشت؟ 3 تا خانوم داشتی. از پیوسته میتونم دسابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندید. بله این فخری خانوم اونم احمد زایر در 24 جوزای خواهر احمد زایر بود یا چقدر شبیه به شبنم دختر احمد زایر بود. این دیگه احمد زایر اینجا دیگه واقعا بچه بوده، واقعا جوون بوده. اصلا همین شیطون ایک بازی ها و این داستان ها را از همین تو همین سنش می شد تشخیص که پدر وای از ولایت لغمان. بله اینم پدرش. مادرش از ولایت بدخشان بود. اینم وای اوازخانی را از مکتب آغاز کرد. ولخستین آهنگش ای بلبل شوریده بود. خب الان بچه این دوتا الان نمیدونم عکس بالایی خانم اولش، عکس پایینی خانم دومشه. فخری خانم اولش بود یا دومش بچه؟ و در آن زمان احمد زایر در مکتب عبوبیه درس میخوند و لقب بلبل عبوبیه را به دست آورد. بلبل وای پس از نشان دادن. حالا خب این خانومی هم که پس زمین صداش رو میشنید، حالا فکر کنم ابتدا دیدید صداش کم بود، الان توضیحات خوبی دارم. بلبل حبیبیه بود لقبش. این کیه ای بنده خدا؟ برادر احمد زایر یا برادر خانم احمد زایره؟ استعدادش در در رادیو افغانستان برنامه های اجرا کرد. بله اینم احمد زایر عزیز. ای جان احمد زایر پس از گذراندن دوره دارالمعلمین راهی هندوستان شد تا در رشته آموزش و پرورش. صدا گوشی اومد از یه جایی. مدرک کارشناسی ارشد بگیرد. اوه شاید اون خود مدرک کارشناسی ارشد هم احمد زایر گرفته. یعنی تو اون زمان ها بچه اینجور بگم که یعنی یکی مقطع دبستانش تا اون که میرفت راهنمایی بهش دیگه میگفتن تحصیل کرد. الان میبینید که احمد زایر لیسانسش گرفته، بعدش هم کارشناسی ارشد گرفته. این کسی بود آلات موسیقی غربی را با موسیقی شرقی ربط داد و سازهای اکاردون عرب و ترومپت را با موسیقی افغانستان عدی آورد. آوازای او از طریق موسیقی از شهرت مادرش. بچه یک سه شما دیده بودید یا نه؟ او اوائلی اونایی که ابتدایش بود اونا خیلی نهیده بودم، الان اینا رو حالا یه ذره دیدم. اینجا میخوره 23 24 25 داشته باش. لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان رو به دست آورد. بچه ببینید پس زمین احمد زایر عکس فیلم های سینمایی حالا چه کره‌ای چه آمریکایی همشون پس زمینه هستن. یعنی از همون ابتدا مشخصه که دوستدار هنر بوده. بری از مردم افغانستان او را بهترین خواننده تاریخ این کشور می دانستن. احمد زایر سه بار ازدواج کرده بود و از این سه بار ازدواجش دو فرزند دارد، یکی به نام شبنم و دیگری به نام احمد رشاد. بله اینم خوب بچه هاشه فکر کنم این شبنمه. شبنم خیلی شباهت به مادرش داره. حالا نمیدونم اونی که کنارشه همسرشه چه کارشه. چهره شبنم که میخوره خیلی مهربون باشه، یعنی به قولی صفات پدرشو به ارث برده باشه. حالا زیاد اطلاعات نداره. هر دو خارج از کشور در امریکا زندگی میکنن. احمد زایر به خاطر درگیری های خانوادگی راهی زندان شد و در این انگام بود که مادرش درگذشت. احمد زایر به خاطر درگیری های خانوادگی افتاد زندان؟
شاید منظورش با همسرش باشه یا خانواده همسرش، اینا رو دفعه شاید من داشته. روایت وجود دارد که وای پس از رهایی از زندان در او خانواده بچه چقدر شباهت به گوگوش ایرانی ها داره. و یه سوالی هم که حالا یه صحبتی که توی ویدیو قبلیم کرده بودم، در زمان احمدزاده دقت کن هیچ کسی لباس محلی افغانستانی نمیپوشید. این لباس محلی افغانستانی که الان مثلا طالبان اینا میپوشن، این از کی اومد توی افغانستان؟ روسی دختر زمامدار و حفیظ الله امین بنابر اصرار دخترش شرکت کرد و آواز خوند. بسیار بر این عقیدن که این واقعه باعث شد حفیظ الله امین و فکر قتل وای گردد و از امین رو قتل احمدزاده را که در سالنگ صورت گرفت نیز به حفیظ الله امین نسبت میدهند. حفیظ الله امین، حفیظ الله امین میشد فکر کنم صدر اعظم افغانستان، یه مقام داری بودی که فکر کنم احمدزاده رفت توی جشن دخترش خون و مثل که دختر اون بند خدای از احمدزاده خوشش اومد نگاه میکرد و یه توطئه چیدن و فکر کنم یکی از دوستای احمدزاده رو به قولی اجیر کردن که احمدزاده رو تو گردنه سلک چیچی شهادت برسون. پایکر ابتدا در مسجد آجی مجید در سردخانه نگهداری و سپس در گورستان شهدای سالین به خاک سپرده شد. احمدزاده در چاردی اینجا چقدر جوان بود بچه کنار دوستاش، حالا میدونم دوستاش کی بوده، حالا میدونم محبوب الله پاچام هست پیشش تو اینا هست یا نه. احمدزاده فقط من خوب میشناسم. جون سال 1979 در شهرهای سالنگ در شمال کابل به طور مرموزی در یک حادثه رانندگی درگذشت. فخریه زایر همسرش با واشنگتن پست گفته است کسانی که جسد او را دیدن زخم گلوله را نیز دیدن که او را کشتن، اما این را میدانستن خیلی واضح بود. بچه ها انسان چیه بی مثلا نزدیکترین دوستات نزدیکترین کسات بیان توته بچینن در حق تو، چجور دلشون اینه؟ خدا پیغمبر حالشون نیست. هیچ کس نمیتوانه صحبت کند یا سوالی بپرسد. فخری زایر میگوید که در آن زمان اشما بردار بود. دوستان عزیز در ادامه عکس ها و ویدیوهای کمتر دیده شدی فخری زایر خشمام باردار بوده، یعنی چشم رای بچهش هم بوده و شما حال فخری خانم حساب تصور کنید که تو اون ماهای آخر بارداریش چه سختی رو به دوش کشید. با احمدزاده با هم تماشا میکنید. چشم یه ذره بزنیم جلوتر بچه ها. این خواننده بچه ها ایرانی، حالا نمیدونم فکر کنم اگر اشتباه نکنم فکر کنم اسمش اهدیه بوده. بچه ها ببینید چقدر دوستای خوب و نزدیکی با هم دیگه بودن، مشخص اینجا با هم دیگه ترانه آهنگ میخونده. واقعا حیف و صد حیف تمام واقعا جاش خالیه تو جمع هنرمندان حال حاضر که بخوان همه از تجربیاتش استفاده کنن. خب مثل که اینترنت بچه ها یاری نمی کند، فیلتر یوتیوب چون که در ایران به نظر من ویدیو رو همینجا به اتمامش برسونیم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.